آراد برندینگ بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه آرادی های عزیز من محمدی هستم از مدیران آراد و امروز میخوام مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم که شاید برای کسایی که سالهاست دارن با آراد کار میکنن اصلا مطالب جدید و تازهی نباشه اونها دیگه این مطالب رو کاملا ابتدایی میدونن چون دیگه به این باور رسیدن که در واقع دارن کار میکنن و موفق هستن اما شما عزیزانی که همچنان منتظر هستید بعضا دو ماه، سه ماه و حتی یک سال منتظرید و هنوز دارید دست دست میکنید که آیا این کار را انجام بدید و در زمینه تجارت وارد بشید روی صحبتم با شما عزیزان هست ببینید عزیزان مجموعه آراد یک شرکت کاملا خصوصی هست فعالیت هاش هم در واقع در مسیر پرورش و رشد تجار هست از سطوح کاملا ابتدایی و مقدماتی تا سطح بسیار پیشرفته در حقیقت آراد یه اعتقادی داره که در بالا پول زیاد ثروت زیاد از راههایی مثل کارگری کارمندی و حالا مواردی مثل اون به دست نمیاد بسه دیگه شما این همه کارگری کردید این همه کارمند بودید واقعا کارمند یک نام زیبا و شکیل هست هممون میدونیم نقطه مقابل تجارت یا تجار نقطه مقابلش اجیر هست شما اگر کارمند حتی شرکت نفت هم باشید پایین فیش حقوقیتون اگر نگاه بکنید نوشته حقوق مستخدم یعنی در واقع شما این پولی که دارید دریافت میکنید به واسطه ی وجود اون شرکت یا به واسطه ی وجود اون سازمان هست و اگر اون نباشه شما درآمدی نخواهید داشت بیایید واقعا طرز فکرتون رو عوض بکنید و بیایید خودتون برای خودتون کار بکنید اگر واقعا دنبال ثروت بیشتر هستید اگر واقعا میخواهید تحولی در زندگی خودتون و دیگران انجام بدید راهش این هست بذارید یک مثالی بزنم ببینید شما یک فروشگاهی رو در نظر بگیرید مثل فروشگاه افق کروش یا فروشگاه اتکا یا فروشگاه های دیگه حالا مثال زیاد هست کدوم یکی از این فروشگاه ها محصولی که دارن ارائه میدن روی اون محصول برند یا لیبل خودشون هست پس چطور میشه که اون محصول مثل حالا فرض کنید که اویلا یک و یک یا چه میدونم مثلا پگاه چرا این محصول ها رو دارن میدن با اطمینان خاطر همون برند پگاه رو میدن و هیچ لیبل یا برچسبی از افق کروش یا اتکار روی اون نمیزنن چطور میشه قیمت هایی که اونها میدن بسیار مناسب هست و شما اگر یک مغازه ای رو روبروی این فروشگاه ها ببینید هرگز از اونجا خرید نمی کنید علتش اینه واقعا این فروشگاه ها برای تولید کننده ها برای تأمین کننده ها به عنوان فروشگاه هستند که هر لحظه به اونها محصول داده بشه بلافاصله محصولاتشون فروخته میشه اینی که در واقع اون تولید کننده ها به این فروشگاه ها اعتماد دارن اونها رو باور دارن، خیالشون راحته، میدونن یک جایگاه امنی برای فروش محصولاتشون وجود داره اینی که بعضا حتی ممکنه تا و پنج درصد به اونها تخفیف بدن آراد برای شما همین شرایط رو فراهم میکنه یعنی در واقع میاد با استفاده از دانشی که ارز کردم دانش برندسازی هست شما رو میاد در فضای اینترنت برند میکنه این معروفیت رو برای شما ایجاد میکنه و شما به شکل یک شرکت یا یک کمپانی دیده میشید در این فضا بنابراین در این زمان چه مشتری ها وقتی با شما وارد مذاکره میشن و چه تأمین کننده ها شما رو میبینن شما رو به عنوان یک کمپانی باور دارن اینی که به تدریج وقتی میایید از این تأمین کننده ها خرید میکنید و هی خرید هاتون رو بالاتر میبرید اون تأمین کننده ها شما رو دیگه به عنوان یک شرکت معتبری میبینن که میتونه محصولاتشون رو به راحتی بفروشه بنابراین با شما وارد مذاکره میشن و بعضا ممکنه که همون تخفیف های سی سی و درصدی که به این فروشگاه میدن به شما هم بدن در این حال آراد مثل یه معلم تمام آموزش های مربوط به تجارت رو بهتون یاد میده شما اصلا هیچ نگرانی نباید از بابت تجارت داشته باشید بگید من میخوام تاجر بشم اسم بزرگ داره تاجر بودن اما الان این شرایطی که فراهم شده یعنی واقعا به کمک اینترنت و بر اساس این بستر مناسب شما دیگه اون قول رو به عنوان تجارت نبینید واقعا این رو دارم خدمتتون ارز میکنم ما هم مثل یه همکار حرفی تمام مقدمات اجرای تجارت رو حالا میتونه این در واقع ساختار برند شدن باشه جذب مشتری باشه اون فایل هایی که برای عقد قرارداد نیاز دارید اون لوگو و یا بنر یا چیزهایی مثل کمپانی پروفایل یا کاتالوگ یا مواردی مثل این رو همه اینها رو آراد در اختیار شما قرار میده تا اون ترس و اون دلهوری که در قلبتون وجود داره اونها همه از بین بره منتها وقتی با آراد دارید کار میکنید چند مطلب رو سه چهار مطلب رو به خاطر بسپرید اول اینکه شما قرار نیست وقتی با آراد کار میکنید یک حقوق ماهیانه دریافت بکنید بگید خب من یک کارمند هستم اگر ما واقعا خودمون اعتقاد به کارمندی نداریم بنابراین قرار هم نیست شما رو به عنوان یک کارمند برای خودمون در نظر بگیریم دومی که اگه بخواید پولتون رو به ما بدید مثل بانک مثل بورس مثل بیت کوین اینها رو هم لطفا از ذهنتون بندازید دور چون قرار نیست ما بیایم با شما کار بکنیم و سودی به شما بدیم مطلب دیگه این که قرار هم نیست برای ما بیاید بازاریابی بکنید مثل این شرکت های هرمی یا چه میدونم شرکت های ویروسی یا مدل دیگه میخواید مثلا ما محصول نداریم که بخواید محصول ما رو بفروشید پس دنبال این فکرها و این مسائل هم نباشید که بخواید برای آراد بازاریابی بکنید و مطلب دیگه این که سی دی ها و اون دوره های آموزشی ما رو هم قرار نیست از ما بخرید و اونها رو بیاید مثلا فرض کنید که به دیگران بدید خیر این آموزش هایی که ما داریم میدیم واقعا رایگان هست دلیلش هم این هست که به خاطر اینکه ما میدونیم برای تجارت برای تاجر شدن یک سری آموزش های اولیه رو نیاز دارید و در ازاش ما میایم در واقع اون ساخت ساختارهایی که برای شما انجام میدیم اون زیر که انجام میدیم در ازای اون میایم یک هزینه معقولی رو از شما میگیریم و کار رو انشاءالله با هم شروع میکنیم پس واقعا اگر دوست دارید تاجر بشید و واقعا اگر مزایای تجارت رو میفهمید درک میکنید اینقدر ساکن نباشید مثل یک رودخانه جاری باشید مثل یک مرداب نباشید که آبی راکت داره حالا بعضا ممکنه دور برش فضای سبزی هم باشه ولی واقعا این رکود برای انسانی که خلق شده که همیشه تحول رو به وجود بیاره همیشه شرایط جدید رو به وجود بیاره اینها واقعا زیبنده شما عزیزان نیست آرزوی سلامتی تندرستی و موفقیت برای همه شما دارم واقعا دلم میخواد که یک تحول جدیدی یک تحولی برای خودتون به وجود بیارید و انشالله که به این نتیجه خوب و ارزشمند دست پیدا کنید همگی شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می تا ویس بعدی یا کلیپ بعدی خدا نگهدار آراد برندین همراه باشید